سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. در روزهای گذشته فیلم ها و تصاویر عجیب و غریبی از انگلستان به دنیا مخابره شده. فیلم هایی که بخشش مربوط به مراسم تاجگذاری پادشاه 70 ساله بریتانیای صغیر هست. 70 خورده سنشه، رسیده به این مقام و این جایگاه دیگه. حالا فعلا باید بریم ببینیم داستان چه شکلی. حاشیه هایی داشته، خودش اصلا داستان هایی داشته. میخوایم بریم با هم دیگه بررسی بکنیم، بعد ببینیم که استودیوهای لندن چه چیزایی در این خصوص گفتن و درباره این شاه 70 و چند ساله چه نکاتی داره مطرح میشه. الان بعضی از دوستان ممکنه من میگن تلگر یه جوری داری صحبت میکنی که انگار مثلا استودیوهای لندن دارن یک دیکتاتور رو بزک میکنن. نه، یک مقام تشریفاتیه در انگلستان. بله، یک مقام تشریفاتیه که وقتی تاجگذاری کرد تمامی رسانه‌های انگلستان و تمامی دکه‌هایی که شما رفتی بررسی کردی، مطبوعات رو روش بررسی کردی و حتی رسانه‌های فارسی زبان وابسته به انگلستان موظف بودن پوشش بدن. چجوری مطمئنی تشریفاتیه؟ آخه خیلی تشریفات اجباریه ها، تو مجبوری مثلا که پوشش بدی. بریم بررسی بکنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده در انگلستان. من تو قبل از اینکه فیلم‌های مراسم رو ببینیم، من می‌خوام عکسی رو برای شما دوستان عزیز پخش بکنم. تو انگلستان باشه، چون بعد باید این جرمه، باید اثبات بکنی که هیچ به اصطلاح خودمون داستانی باشه. اگه در انگلستان هستی، تجمع ضد سلطنتی برگزار میشود، تخم مرغ ممنوعه، حق نداری ببری. ولی ممنوعه دیگه، ممکن تو یه دفعه استفاده خط امنیت ملی به خطر میفته. ایران رو مسخره میکنید؟ در اروپاش همین کشورهایی که خیلی ها نشستن اونجا استودیو رو انداختن علیه ایران، انقدر سوژه وجود داره برای مسخره کردن. منتها ابزار رسانه رو به شکلی به دست گرفته، به شکلی روش تسلط پیدا کرده که کسی اصلا پیرامونش حرفی نمیتونه بزنه و اگه بزنه صداش به جایی نمیرسه. حاشیه نمیخوایم بریم، میخوایم بریم مراسم رو با شمراه بشیم. دوستان به کلماتی که گفته میشود دقت بکنید، احتمالا خیلی از شما خندتون خواهد گرفت و سوالاتی وجود دارد. من برای بخشش پاسخی ندارم. دیروز تاجگذاری صورت گرفته یا بیعت؟ تاجگذاری صورت گرفته یا بیعت؟ ببینید ویدیو رو، بعد به قضاوت میگذاریم این که تاجگذاری بوده است یا بیعت. به تو وفادار خواهم بود، با تو صادق خواهم بود و این صداقت و وفاداری را به تو امیر مؤمنان نشان خواهم داد. دوستان این کلمه که به کار برد چی بود؟ یه بار دیگه بذارید من پخش رو شما اشاره فهمید. به تو وفادار خواهم بود، با تو صادق خواهم بود و این صداقت و وفاداری را به تو امیر مؤمنان نشان خواهم داد. امیر مؤمنان درسته؟ کلمه که من شنیدم. آقا یه جایی ممکنه مثلا میگه به تو شاه شاهان، درسته؟ یه شاهی که از همه شاههای عالم تو سری از نظر ما، یه جایی ممکنه این گفته بشه. یا مثلا به جناب شاهنشاه، یه ته خفن شاههای عالم. امیر مؤمنان پشت سر تک تک مواردی که پشت سر تک تک حکومتایی که در غرب میبینید، یک نگاه کاملا ایدئولوژیک متعصبانه مذهبی وجود دارد. متعصبانه مذهبی وجود، باورهای بسیار سرسختی دارند. اونهایی که جمع شده بودن دور ترامپ و سیاستگذاری های او را به ویژه پیرامون مسئله فلسطین و پیرامون مسئله خاورمیانه تعریف میکردن، به شدت باورهاشون، اعتقاداتشون، چجوری بگم، تعصباتشون روی مسئله دین و مذهب و نگاه آخر زمانشون بسیار جدی بود. بعضیا میگفتن که آقا اینا اصلا یه جوریه که میخوان اون چیزی که یهود برای آخر زمان میگه رو محقق بکنن. بعضی دیگه میگن نه، این اصلا نگاه غلطیه، چون خود صهیونیست‌ها این اواخر به اینا مردد شده بودن. صهیونیست‌ها میگفتن نه، اینا اصلا نگاهشون ما متفاوته، درسته که مثلا دامادش یهودیه، اون یکی فلان، اون یکی فلان. نه، این نگاهش اینه که توی آخر زمان یک مسیحی که مد نظر اینا هست باید بیاد، برای اومدن اون یهودیا باید قربانی بشن. که صهیونیست‌ها این اواخر بعضی از اکانت‌های متعصبانه ضد ایرانیشون خیلی تند علیه ترامپ حرف می‌زدن، می‌گفتن این می‌خواد ما رو به فنا بده، رفتارش ضد ایرانی نیست، این می‌خواد یه معرکه‌ای را بندازه ما به فنا بریم، چون بر این باوره برای اون آخر زمانه ما این اتفاق باید برام بیفته. عجیب و غریب این چیزایی که میگم. بعضی از دوستان که از مسئله این شکلی دورن یا خوششون نمیاد احساس می‌کنن چرت، از مسئله این شکلی دورن یا خوششون نمیاد احساس می‌کنن چرت و پرته. امیرالمومنین رو شنیدین؟ اصلا باورهای اینها این شکلیه. بریم ببینیم، برمیگردیم، نکاتی دارم خدمت شما هستم. به تو وفادار خواهم بود، با تو صادق خواهم بود و این صداقت و وفاداری را به تو امیر مؤمنان نشان خواهم داد.
و به تمام جانشینان تو بر طبق قانون باشد تا خدا مرا در این راه کمک کند. دوستان من این نکته رو قبل از اینکه ادامه این ویدیو رو خدمت شما عرض کنم، اینو ما عدل تاریخ در نیاوردیم ما. آیا مثلا یک کشور مثلا یک ماجرای قرون وسطایی نیست، برای همین چند روز پیشه انگلستان همین چند روز پیشه آقا دارد ما سرسخت ترین دموکراسی های عالم را در فرانسه و انگلستان و کجا و کجا. چرت و پرت چرا میگی؟ دموکراسی کجای داستانه؟ حقوق بشر و آزادی بیان و انتخابات آزاد، این چرت و پرتا چیه؟ ها ابزاری هست برای به چالش کشیدن بقیه، اصلا اینا بهش باوری ندارن. اینا اصلا مبتنی بر اون رفتار میکنن، اصلا این چیزها رو نمیبینن که. نه اون نگاهش متفاوته. زیبا کلام من شنیدم که یه چیزی گفته بود، البته ماجرا برای اخیر نیست، قبلا گفته بود که آقا اون چیزی که اونجا میبینیم سلطنته و مسئلهش اصلا تشریفاتیه، خیلی وزن نداره. چه همه رسانه‌هاشون چرا موظفن پوششش بدن اگه وزن نداره؟ پس چرا این همه آدم دعوا دارن که باشد یا نباشد؟ خب پس یه وزنی داره دیگه. نه این اراجیفی هست که گفته میشه برای اینکه مخاطب فریب داده بشه. ببینیم ادامه‌شو، برمیگردیم نکات دیگه رو مطرح کنیم. من ویلیام شاهزاده ویلز وفاداری خود را به تو اعلام میکنم، با تو بیعت میکنم تا لحظه آخر. خدا مرا یار و یاور باشد. خیلی خوب، بخشی از این ویدیو رو روی صحبت من دیدین. یه نکته که اجازه قبل از اینکه این فیلم رو ببینیم، دو تا فیلمی که خیلی دیروز سوژه شد رو برای شما بذارم. یکی از فیلم‌ها مربوط به قش کردن یک نظامیه، یکیش هم مربوط به رم کردن یک اسب توی مراسم. این چند وقته شما احتمالاً دیدین وطن فروش‌ها عکس منتشر می‌کردن، کلاغی در یکی از باغ‌های تهران. آیا این کلاغ نشانه این است که حکومت به پایان راه رسیده است؟ داداش چجوری به این جمعندی رسیدی؟ آخه چه ربطی داره؟ کلاغ در یکی از پارک‌های تهران چون دیده شده نشانه که حکومت به پایان راه رسیده؟ بعد شما نبودید هر چیزی که مثلا درباره دین میشنید میگفتید اینا خرافاته؟ اینو کجای دلم بذارم؟ یعنی اینو از کجا تا وردی؟ حالا میخوایم ببینیم که آقا از نظر دوستان کارشناسان سود اینترنشنال و من و تو و بی بی سی و این رسانه این شکلی برای من یه تحلیلی بکنن. رم کردن یک اسب در مراسم تاجگذاری شاهزاده 70 ساله و قش کردن یک سرباز رو، شماهایی که یک کلاغ و نشانه براندازی، اینا رو چجوری تحلیل میکنی؟ ببینیم ویدیو رو، برگردیم نکات دیگه رو ارسام کرد. بله ویدیو اول رو به صورت نگوش میکنیم. بله ویدیو اول ببینیم بعدیش رو. ویدیو رو به صحبت من دیدید، از حال رفت یک سرباز و عده رفتن برای که به اصطلاح خودمون هر طور شده سریع از تصویر خارجش بکنن، خیلی دیده نشه. بریم ویدیوی بعدی رو با هم دیگه ببینیم. ویدیوی دیگر رو دارید روی صحبت ما مشاهده بکنید. این مربوط هست به، بذارید من اول این عدد رو برای شما بخونم. گفته که بر اساس اون چیزی که محاسبه کردن 113 میلیون یورو برای این مراسم هزینه شده. 113 میلیون یورو. حالا نکته میدونید کجا هست؟ اشاره کردن بعضی از گزارش‌ها، من البته فکر کنم دوستانی که در این حوزه تخصص دارن باید این رو دقیق به قضاوت بگذارن، فرصت نداشتم برم بررسی بکنم. گفته که توی سالهای قبل که اینها مسئله تاجگذاری اینا رو داشتن، فریادهای از ایران و هند و اینا بلند میشد که آقا مثلا اون طلایی که گذاشتی رو سرش، یا اون نگینی که گذاشتی، اون الماسی که گذاشتی، از کشور من دزدیدی لعنتی، جلو چش من تو این مراسم نیارش حداقل. اینها در سالهای قبل گفته میشد، بعد اشاره کردن که تو امسال بردن پنهان کردن، یه سریاشو نیوردن، ولی یکیش که جز تراش خورده های چجوری بگم، یعنی مثلا بهترین نگین ها و الماس های تراش خورده دنیا هست و از آفریقا اومده، اونو آوردن.
اون دیگه مثلا صاحب نداره کسی یقشون رو بگیره. منتها اونایی که ایران مثلا کشور دیگر میگفتن اونا رو گذاشتن یه حاشیه‌ای فعلا کسی صداش دره. مشاهده میکنم روی صداتون. خیلی خب، بخشی از این ویدیو رو روی صحبت من دید. دوستان لحظه اجازه بدید، بله اجازه بدید لحظه تاجگذاری رو هم فیلمش رو با هم دیگه ببینیم. بله تصاویر لحظه تاجگذاری رو دارید روی صحبت من مشاهده میکنید. جواهرات و ثروت هایی رو در دارایی هایی رو در تصویر دارید میبینید که اینها از کشورهای دیگری به اینجا منتقل شدن. بعضی جاها مثل ایران و هندوستان و جاهای دیگر که صاحب داشته فریاد زدن به صاحبینش بر نگشته، بردن پنهانش کرده، گفتن آب جلو دورمی نیار شر میشه. بعضی جا مثل آفریقا کسی نیست یقه اینا رو بگیره و جلو اینا در بیاد، همچنان توی این تصاویر وجود دارد و دارن ازش لذت میبرن. تصویر بعدی رو بله روی صحبت من دارید مشاهده میکنید. مراسمی که این تصویری که دارید میبینید مربوط هست به صفحه اول روزنامه های انگلستان. به شدت هم تاکید دارن که این چجوری بگم یه مقام تشریفاتیه، مقام تشریف جدی شنگه، و همه روزامون موظف هستن پوششش بدن. حالا دیگه دوست دارن، حتما دوستش دارن دیگه، خیلی علاقه ویژه‌ای دارن که این مقام تشریفاتی رو خودشون دلی دارن پیگیری میکنن و پوشش میدن. طول این ترش نمیکنم، فکر میکنم تا همینجا کافی باشه. فیلم‌ها و تصاویری رو در این خصوص روی صحبت‌های من دیدین. الان در فضای فارسی زبان وطن فروشایی که ما داریم در کشورهای غربی به ویژه در استودیوهای لندن نظرشون درباره این چیه؟ نظرشون مثبته ها، نظر مثبتشون رو در رسانه هاشون دارن برای ما بازش میان. رفقا چند سال قراره زندگی بکنیم؟ تو زندگی قراره به چی برسیم؟ آقا مثلا 90 سال میخوایم زندگی بکنیم، 100 سال میخوایم زندگی بکنیم، 100 خورده سال میخوایم زندگی بکنیم، تشک چی؟ اگه درباره وطنمون از ما پرسیدن چی میخوایم بگیم؟ زیر سایه بی بی سی و توی استودیوی لندنی که مثلا منوتو رو توش راه انداختی و استودیو نمچیچیه اون که رسانه و اینا علیه مثلا رژیم آخوندی داشتی میجنگیدی، خودت باورت میشه این حرفا رو؟ یا داشتی دریوزگی انگلستان میکردی که به چی برسی؟ نهایتش چی قرار هست به چی برسید بچه ها؟ قرار مثلا لذتی از دنیا ببری؟ چه لذتی میخوای ببری؟ همتون زندگیاتون که سگیه، که ما که خبر داریم که در ایران انتخابات برگزار بشه میگن اینجا دیکتاتوری بود، این حکومت رژیم نمام خواهن فلان بیسار اومده یه انتخاباتی برگزار کرده، توش هم هی تردید ایجاد میکنن، مردم دچار تردید بشن. تو انگلستان یک جشنی که شبیه یک سیرکه، ملتی جمع شدن یک پیرمرد 70 ساله یه تاجی روی سرش گذاشته بشه و همشون هم خودشونو ملزم کرده. اصلا بی بی سی شبیه شده به آلبوم خاطرات اینا. برید یه نگاهی بندازید تولیدات این چند روزشو. تو فارسی زبان هستین، کشور شما از انگلستان ضربه خورده، کشور شما از انگلستان خیانت دیده، کشور شما سهمگین ترین ضربات تاریخی که تجربه کرده است از انگلستان بوده. چجوری زیر پرچمش دارید این تولیدات رو به خورد هموطنهای خودتون میدید؟ من لازم بود که این نکته رو انتهای این ویدیو خدمت شما عرض کنم.